لوقا فصل 23. سپس تمام حاضران در مجلس برخواستند و او را به حضور پیلاتوس آوردند و مقابل او شکایت خود را این طور شروع کردند: ما این شخص را در حالی دیدیم که به گمراه ساختن ملت ما مشغول بود. او با پرداخت مالیات به امپراتور مخالفت میکرد و ادعا میکند که مسیح یعنی پادشاه است. پیلاتوس از او پرسید: آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد: تو میگویی. پیلاتوس سپس به سران کاهنان و جماعت گفت: من در این مرد هیچ جرمی نمی بینم. اما آنان پافشاری می کردند و گفتند: او مردم را در سراسر یهودیه با تعالیم خود می شوراند. از جلیل شروع کرد و به اینجا رسیده است. هنگامی که پیلاتوس این را شنید پرسید که آیا این مرد جلیلی است؟ وقت مطلع شد که به قلمرو هیرودیس تعلق دارد، او را پیش هیرودیس که در آن موقع در اورشلیم بود فرستاد. وقت هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد، زیرا درباره او مطالب شنیده بود و مدتها بود میخواست او را ببیند و امید داشت که شاهد معجزات از دست او باشد. از او سوالات فراوان کرد، اما عیسی هیچ جواب نداد. سران کاهنان و ملایان پیش آمدند و تهمت‌های شدید به او زدند. پس هیرودیس و عساکرش به عیسی به حرمتی کرده او را مسخره نمودند و چپن زیبای به او پوشانیده او را پیش پیلاتوس پس فرستادند. در همان روز هیرودیس و پیلاتوس آشتی کردند، زیرا دشمنی دیرینه تا آن زمان بین آن دو وجود داشت. پیلاتوس در این موقع سران کاهنان، بزرگان قوم و مردم را خواست و به آنان گفت: شما این مرد را به تهمت اخلالگری پیش من آوردید، اما چنان که می دانید خود من در حضور شما از او بازپرسی کردم و در او چیزی که تهمتهای شما را تایید کند نیافتم. هیرودیس هم دلیل پیدا نکرد، چون او را پیش ما پس فرستاده است. واضح است که او کار نکرده است که مستوجب مرد باشد. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد می کنم. اما همه با صدای بلند گفتند: مصلوبش کن، برای ما براما را آزاد کن. این شخص به خاطر شورشی که در شهر واقع شده بود و به علت آدم کشی زندانی شده بود. چون پیلاتوس میخواست عیسی را آزاد سازد، بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید، اما آنها فریاد کردند: مصلوبش کن، مصلوبش کن. برای سومین بار به ایشان گفت: چرا؟ مرتکب چی جنایت شده است؟ من او را در هیچ مورد مستوجب مرگ ندیدم. بنابراین او را پس از تازیانه زدن آزاد میکنم. اما آنان در تقاضای خود پافشاری کردند و فریاد میزدند که عیسی باید به صلیب میخکوب شود. فریادهای ایشان غالب آمد و پیلاتوس حکمی را که آنان میخواستند صادر کرد. بنابر درخواست ایشان، مردی را که به خاطر یاغیگری و آدمکشی به زندان افتاده بود آزاد کرد و عیسی را در اختیار آنان گذاشت. هنگامی که او را برای مصلوب شدن می بردن، مردی را به نام شمعون که اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می آمد گرفتند. صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور کردند که آن را به دنبال عیسی ببرد. جمعیت بزرگی از جمله زنانی که به خاطر عیسی به سینه خود می زدند و ماتم می کردند از عقب او می آمدند. عیسی رو به آنان کرد و فرمود: ای دختران اورشلیم، برای من اشک نریزید، برای خودتان و فرزندانتان گریه کنید. بدانید روزهایی خواهد آمد که خواهند گفت خوشا به حال نازایان و رحمهایی که طفل نیاوردند و سینه هایی که شیر ندادند. آن وقت به کوها خواهند گفت برای ما بیفتید و به تپه ها خواهند گفت ما را بپوشانید. اگر با چوب تر چنین کنند، با چوب خشک چه خواهند کرد؟ دو جنایتکار هم برای مصلوب شدن با او بودند و وقتی به محل موسوم به کاسه سر رسیدند، او را در آنجا به صلیب میخکوب کردند. آن جنایتکاران را هم با او مصلوب نمودند، یکی را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ او. عیسی گفت: ای پدر، اینان را ببخش،
زیرا نمی دانند چه می کنند. بالای لباس های او قرآن داخته میان خود تقسیم کردند. مردم استاده تماشا می کردند و رؤسای آنها با رشخند می گفتند: دیگران را نجات داد. اگر این مرد مسیح و برگزیده خداست، حالا خودش را نجات داد. عساکر هم او را مسخره کردند و پیش آمده سرکه خود را با او تعارف کردند و گفتند: اگر تو پادشاه یهودیان هستی خود را نجات بده. در بالای سر او نوشته شده بود: پادشاه یهودیان. یکی از آن جنایتکار که به صلیب آویخته شده بود با رشخند به او می گفت: مگر تو مسیح نیستی؟ خودت و ما را نجات بده. اما آن دیگر با ملامت به اولی جواب داد: از خدا نمی ترسی؟ سر تو و او یک قسم حکم شده است. در مورد ما منصفانه عمل شده، چون ما به سزای اعمال خود می رسیم. اما این مرد هیچ خطایی نکرده است. و گفت: عیسی، وقتی به پادشاهی خود رسیدی مرا به یاد داشته باش. عیسی جواب داد: خاطر جمع باش، امروز با من در فردوس خواهی بود. تقریبا زور بود که تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا ساعت 3 بعد از ظهر آفتاب گرفته شده بود و پرده خانه خدا دو تکه شد. عیسی با فریاد بلند گفت: ای پدر، روح خود را به تو تسلیم می کنم. این را گفت و جان داد. وقت صاحب منصبی که مسئول نگهبانی بود این جریان را دید، خدا را حمد کرد و گفت: در واقع این مرد بیگناه بود. جمعیتی که برای تماشا گرد آمده بودند وقت ماجرا را دیدند، سینه زنان به خانه های خود برگشتند. آشنایان عیسی و زنانی که از جلیل همراه او آمده بودند همگی در فاصله دور استاده بودند و جریان را می دیدند. در آنجا مرد به نام یوسف حضور داشت که یکی از اعضای شورای یهود بود. او مرد نیکنام و درستکار بود. یوسف به تصمیم شورا و کاری که در پیش گرفته بودند رأی مخالف داده بود. او از اهالی یک شهر یهودی به نام رامه بود و از آن کسانی بود که در انتظار پادشاهی خدا به سر می بردند. این مرد در این موقع پیش پیلاتوس رفت و جنازه عیسی را خواست. سپس آن را پایین آورد و در کتان نازک پیچید و در مقبره‌ای که از سنگ تراشیده شده بود و پیش از آن کسی را در آن نگذاشته بودند قرار داد. آن روز روز تحیه بود و روز سبت از آن ساعت شروع می شود. زنانی که از جلیل همراه عیسی آمده بودند به دنبال یوسف رفتند. آنها مقبره و جای دفن او را دیدند. سپس به خانه رفتند و مصاله و عطریات تهیه کردند و در روز سبت مطابق امر شریعت